به نام خداوند رحمتگر مهربان، ما تو را پیروزی بخشیدیم، چه پیروزی درخشانی، تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند و تو را به نصرتی ارجمند یاری نماید. اوست آن کس که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره دانای سنجیده کار است. تا مردان و زنانی را که ایمان آورده اند در باغهایی که از زیر درختان آن جویبارها روان است درآورد و در آن جاویدان بدارد و بدیهایشان را از آنان بزداید و این فرجام نیک در پیشگاه خدا کامیابی بزرگی است. و تا مردان و زنان نفاق پیشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده اند عذاب کند، بد زمانه بر آنان باد و خدا بر ایشان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانیده و چه بد سرانجامی است. و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره شکست ناپذیر سنجیده کار است. ای پیامبر، ما تو را به سمت گواه و بشارتگر و هشدار دهنده‌ای فرستادیم تا به خدا و فرستادش ایمان آورید و او را یاری کنید و ارجش نهید و خدا را بامدادان و شامگاهان به پاکی به ستایید. در حقیقت کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دستهای آنهاست. پس هر که پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می شکند و هر که بران چه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می بخشد. بر جای ماندگان بادیه نشین به زودی به تو خواهند گفت اموال ما و کسانمان ما را گرفتار کردند، برای ما آمرزش بخواه. چیزی را که در دلهایشان نیست بر زبان خیش میرانند. بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند، چه کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را دارد؟ بلکه این خداست که به آنچه می کنید همواره آگاه است. نه چنان بود، بلکه پنداشتید که پیامبر و مؤمنان هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت و این پندار در دلهایتان نمودی خوش یافت و گمان بد کردید و شما مردمی در خور هلاکت بودید. و هر کس به خدا و پیامبر او ایمان نیاورده است بداند که ما برای کافران آتشی سوزان آماده کرده ایم و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست. هر که را بخواهد می بخشاید و هر که را بخواهد عذاب می کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. چون به قصد گرفتن غنایم روانه شدید، به زودی بر جای ماندگان خواهند گفت بگذارید ما هم به دنبال شما بیاییم. این گونه می خواهند دستور خدا را دگرگون کنند. بگو هرگز از پی ما نخواهید آمد. آری خدا از پیش درباره شما چنین فرموده. پس به زودی خواهند گفت نه، بلکه بر ما رشک می برید. نه چنین است، بلکه جز اندکی در نمی یابند. به برجای ماندگان بادیه نشین بگو، به زودی به سوی قومی سخت زورمند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا اسلام آورند. پس اگر فرمان برید، خدا شما را پاداش نیک می بخشد و اگر همچنان که پیشتر پشت کردید، باز هم روی بگردانید، شما را به عذابی پردرد معذب می گیرد. شما را به عذابی پردرد معذب می دارد. بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست
و بر بیمار گناهی نیست که در جهاد شرکت نکنند و هر کس خدا و پیامبر او را فرمان برد وی را در باغ‌هایی که از زیر درختان آن نهرهایی روان است در می‌آورد و هر کس روی برتابد به عذابی دردناک معذبش می‌دارد. به راستی خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشنود شد و آنچه در دلهایشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آنها پاداش داد و نیز غنیمت‌های فراوانی خواهند گرفت و خدا همواره نیرومند سنجیده کار است و خدا به شما غنیمت‌های فراوان دیگری وعده داده که به زودی آنها را خواهید گرفت و این پیروزی را برای شما پیش انداخت و دست‌های مردم را از شما کوتاه ساخت و تا برای مؤمنان نشانه‌ای باشد و شما را به راه راست هدایت کند. و غنیمت‌های دیگری نیز هست که شما بر آنها دست نیافته‌اید و خدا بر آنها نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر چیزی تواناست. و اگر کسانی که کافر شدند به جنگ با شما برخیزند، قطعاً پشت خواهند کرد و دیگر یار و یاوری نخواهند یافت. سنت الهی از پیش همین بوده و در سنت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت. و اوست همان کسی که در دل مکه پس از پیروز کردن شما بر آنان دست‌های آنها را از شما و دست‌های شما را از ایشان کوتاه گردانید و خدا به آن چه می کنید همواره بیناست. آنها بودند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام باز داشتند و نگذاشتند قربانی شما که باز داشته شده بود به محلش برسد. و اگر در مکه مردان و زنان با ایمانی نبودند که ممکن بود بیان که آنان را بشناسید ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بر شما بماند، فرمان حمله به مکه می دادیم، تا خدا هر که را بخواهد در جوار رحمت خیش درآورد. اگر کافر و مؤمن از هم متمایز می شدند، قطعاً کافران را به عذاب دردناکی معذب می داشتیم. آنگاه که کافران در دلهای خود تعصب، آن هم تعصب جاهلیت ورزیدند، پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خیش و بر مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت و در واقع آنان به رعایت آن آرمان سزاوارتر و شایسته اتصاف به آن بودند و خدا همواره بر هر چیزی داناست. حقا خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید که دیده بود شما بدون شک به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی و ناخن کوتاه کرده اید با خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواهید آمد. خدا آنچرا که نمی دانستید دانست و غیر از این پیروزی نزدیکی برای شما قرار داد. اوست کسی که پیامبر خود را به قصد هدایت با آیین درست روانه ساخت تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند و گواه بودن خدا کفایت می کند. محمد پیامبر خداست و کسانی که با اوگند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می بینی، فضل و خوشنودی خدا را خواستارند. علامت مشخصه آنان بر اثر سجود، در چهره هایشان است. این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل چون کشته ایست که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از انبوهی آنان خدا کافران را به خشم در اندازد. خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، آمرزش و پاداش